بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با مشروع بخش خبری ساعت 21 در خدمت شما هستیم. قلب ایرانیان شادمان از جشن ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام. در شب عید سعید قدیر محافل جشن و سرور در بسیاری از شهرها و روستاها برپاست. فردا هم در روز عید ولایت در 300 شهر میهمانی کیلومتری برپا می شود. در تهران جشن بزرگ عید قدیر از تقاطع خیابان دماوند و بزرگراه امام علی علیه السلام در شرق تا میدان آزادی در غرب به طول 10 کیلومتر برگزار خواهد شد. عید قدیر آمد، عید الله اکبر، که عبدالرضا هلالی در جدیدترین اثرش همیشه به شادی برای مردم خوانده. یک عمر علی گفتم ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگم. به مناسبت عید امامت و ولایت شهر آذین بندی شده و رنگ و بوی قدیری گرفته. جشن قدیر داریم آماده میکنیم، دکور و مردم. بزرگترین عید ما داریم آماده میکنیم واسه عید قدیر ان شاء الله. اینجا موکب زنیم برای کودکان، میزبان کلی آدم باشیم اینجا. بعضی ها عیدی میدن و عیدی میگیرن. سیدیم عیدی دنبال عیدی گرفتن ازشون هستیم دیگه. عید قدیر، عید لبخند، عید هدیه دادن. من این سنجاق سرا رو خودم درست کردم به عشق حضرت علی علیه السلام. تصمیم گرفتم دیگه حالا بالاخره به عنوان کادو چیزی به نواهام بدم، به بچه‌ام بدم. عید قدیر به همه کسایی که اطرافم دوست آشنا همسایه میشناسم عیدی میدم. عید قدیر مولدی گرفتم، نظری دادم، آش درست کردم. بعضیا هم با کار خیری که انجام میدن تمرینی میکنن برای با هم بودن. اگر بخواید دل کسی رو شاد کنی چیکار؟ دلش رو شاد کنیم، خبر خوش میدیم، میگیم عیدتون مبارک، دستش رو میگیم توی مراسم ها شرکت میکنیم. وکیل دادگاه سریم حالا اگر مشکلات حقوقی چیزی داشته باشن برشون رایگان انجام میدن. به نیازمندا کمک کنم. مهمونی کیلومتری قدیر فردا در 300 شهر کشور برگزار می شود. مهمونی کیلومتری قدیر فردا از ساعت 17 تا 22 از اینجا میدان آزادی تا تقاطع دماوند برگزار می شود. زهرا حسین فرش، خبرگزاری صدا و سیما. آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران برای مهمانی 10 کیلومتری قدیر. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته اضافه بر تقویت خطوط اتوبوسرانی در 17 نقطه 360 خودروی تاکسی ون در 12 مسیر و همچنین قطار شهری فوق‌العاده برای انتقال شهروندان به میهمانی قدیر تخصیص یافته است. پلیس راهور هم برای تسهیل ترددها تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای در روز عید قدیر به اجرا گذاشته است. بر این اساس از ساعت 14 سه‌شنبه تردد همه خودروها از تقاطع بزرگراه امام علی علیه السلام در خیابان دماوند تا میدان آزادی ممنوع است و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می شود. از سمت شرق بزرگراه امام علی علیه السلام در هر دو مسیر باز هست. پل چوبی یا سپاه و در ادامه ابن سینا رفت و برگشت امکان تردد فراهم هست. زیرگذر سعدی مفتح در ادامه تونل توحید هر دو مسیر باز هست و در ادامه زیرگذر استاد معین در هر دو مسیر امکان تردد فراهمه. یا بزرگراه طلاسعیدی و بزرگراه جناح رینگ خارجی میدان آزادی. رئیس قوه قضاییه در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر ضرورت افزایش عمق تحلیلی آمار واحدهای قضایی تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای از اهمیت بازنگری در شاخصهای آماری هم گفت و اینکه کمدقتی در تعاریف مفاهیم قضایی میتواند موجب انحراف از درک واقعیت روندهای قضایی شود. رئیس قوه قضاییه همچنین امروز در جمع خانواده شهدا و ایثارگران قوه قضاییه با تاکید بر حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب فرد اصلح گفت کارگزاران نظام و نخبگان جامعه در گفتگوها و مناظره ها در تحمل حرف مخالف و رعایت اخلاق
به شهید بهشتی تأسی کنند. در مناظره، در گفتگو، در مباحثه رعایت اخلاق بود، تحمل حرف مقابل بود. این روزها ما خیلی به این نیاز داریم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته هرچند بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری برای احراز هویت از رای دهندگان شناسنامه یا کارت ملی دریافت می شود، اما توصیه به رای دهندگان استفاده از کارت ملی است. آقای اسلامی این رو هم گفته که تعرفه های کاغذی مبنای رای دهی است و احراز هویت هم الکترونیکی است تا از رای تکراری جلوگیری بشه. خب بریم به استدیوی انتخابات و همراه بشیم با خانم حسین زاده. سلام بر شما، بفرمایید. سلام آقای صادقی و سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی. ایران اسلامی سراسر شور و شعف انتخاباتیه. هرچه به 8 تیر نزدیکتر میشیم، مردم بیشتر نبض انتخابات رو به دست میگیرن. با ما باشید با آخرین خبرهای انتخاباتی. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به روزهای پایانی میرسه و فعالیت‌های میدانی اونها هم متناسب با اون افزایش پیدا کرده. بر همین اساس نامزدها پیش از حضور در چهارمین دور مناظره‌ها برای بیان دیدگاه‌های خودشون از اجتماعات مردمی گرفته تا نشست‌های دانشجویی شرکت کردند. ترتیب تصاویر گزارشی که قرار تقدیم حضورتون بشه بر اساس زمان رویدادهاست و بخش عمده تصاویر هم از سوی ستادهای نامزدها به خبرگزاری صدا و سیما ارسال شده. ادامه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی بر افزایش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی تاکید کرد. ما در کوتاه مدت متعهد میشیم که افزایش حقوق دستمزد حداقل برابر با نرخ تورم باشه و بعد از انشالله اینکه نرخ تورم تک‌رقمی شد، ما این قول رو میدیم که افزایش حقوق دستمزد بیش از نرخ تورم باشه تا این عقب ماندگی که در قدرت خرید در طی دهه 90 اتفاق افتاده جبران بشه. ما برای 100 اولویت کشور راهکار عملی داریم. آقای قاضی‌زاده هاشمی با انتشار این متن در فضای مجازی فعال شد. نشست صمیمی آقای محمد باقر قالیباف با علما و بزرگان اهل سنت عصر دیروز در مجتمع سرچشمه تهران. این نامزد ریاست جمهوری بعد از شنیدن صحبت برخی حضار: رئیس جمهور جهادی میخوایم، ما رئیس جمهور خاطی میخوایم، کاری که برای تهران کردی ما میخوایم شما سیستان و بلوچستان رو بنای پایلوت انتخاب کنید. از ایجاد پایتخت اقتصادی در سواحل دریای عمان گفت: پایتخت دوم ایران عزیزمون رو به عنوان پایتخت اقتصادی با رویکرد فناوری‌های جدید و ترانزیتی دریایی و ریلی و خشکی در سواحل دریای عمان تا سال 1414 خواهید دید که این پایتخت اقتصادی سر از زمین بلند خواهد کرد و انشالله افتخار برای کشور خواهد شد. در ادامه سفرهای انتخاباتی صبح امروز آقای مسعود پزشکیان به شهریار رفت و در جمع مردم از حل اختلافات داخلی و ارتباط با دنیای بین الملل گفت. ما باید اختلاف داخلی رو حل کنیم برای رونق اقتصادی، اشتغال، تورم، گرانی. ما هیچ چاره ای نداریم، با همسایگانمون و با دنیا ارتباط منطقی و عاقلانه برقرار کنیم. نمیشه در یه مملکتی ما توسعه پیدا کنیم ولی با دنیا دعوا داشته باشیم.
حضور انتخاباتی آقای مصطفی پور محمدی در دانشگاه تهران در جمع دانشجویان دانشکده فنی. ابتدا دانشجویان از دغدغه هایشان گفتند، در ادامه هم آقای پور محمدی پاسخگویشان شد. یه جوری تعبیر از مسئله امنیتی و آدم امنیتی میکنید، این که جسارت نمیکنم، این حرفی بود که از اول انقلاب کمونیستا و مارکسیستا و منافقین به همه میزدن. آقای بهشتی هم که امنیتی نبود به همین نام نسبتش میدادن، به همین حرفا رو میزدن، همین شعارا رو میدادن، مرگم برش میگفتن. من به اصالت و صداقت و صمیمیت و صفای شما وفادارم و اعتقاد دارم، اما اشتباه نکنیم، من دوست ندارم بچه‌های خوب ما، حزب اللهی‌های ما با اونا هم صدا بشند. این نامزد ریاست جمهوری در فضای مجازی درباره ممنوعیت واردات و ثبت برخی تلفن‌های همراه با مردم قرار رفع انحصار گذاشت و نوشت: ابهام در مصوباتی مثل ممنوعیت واردات و ثبت موبایل‌ها فسادزاست. آقای علیرضا زاکانی در اجتماع تلاشگران عرصه تولید و کارآفرینی شهر تهران حاضر شد در باشگاه رفاهی دانشگاه تهران. در این مراسم آقای زاکانی از اهمیت شراکت مردم در دارایی‌های کشور گفت. وقتی امکانی رو به عنوان یارانه انرژی برای مردم در نظر می‌گیریم که همه 80 و چند میلیون نفر ایرانی بتوانند از امکان یارانه طلایی برخوردار باشند، بله برای یک عده ممکنه سخت باشه، اما 40-50 میلیون نفری که بی‌بهره‌اند می‌توانند هر نفر سالی 6 گرم به اعتبار سالی 6 گرم طلا رو برای خودش به اعتبار خودش داشته باشه و مردم در ثروت کشور مشارکت کنند. این زشته که عده‌ای مردم رو آیدگیر کنند. آقای سعید جلیلی شب گذشته به آذربایجان سفر کرد و در بعد به ورود با آیت الله آل هاشم دیدار کرد. آقای جلیلی سپس در جمع مردم تبریز حاضر شد و مورد استقبال آنها قرار گرفت. امریکای لاتین، اگر صحبت بکنید از ایران، ایران رو به تراکتور تبریز می‌شناسند. مقصد بعدی آقای سعید جلیلی آذربایجان غربی بود. مردم ارومیه که تا ساعت 22 منتظر آقای جلیلی بودند، در مصلای امام خمینی از او استقبال کردند. یه نگاه دیگه اینه که نه، این 40,000 روستا هر کدامش میتواند یک سلول جهش کشور باشه، هر کدام اونها میتواند موجب اشتغال بشود. آقای سعید جلیلی عصر امروز هم در جمع مردم تهران حاضر شد و نسبت به بازگشت برخی رویکردها هشدار داد. 11 سال پیش همین ها اومدن کلیدم نشون دادن، نتیجهش چی شد؟ زمان برای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری رو به پایان است و حالا کمتر از 3 روز از مهلت تعیین شده باقی مانده. حضوری پرشور برای انتخابی اصلح، موضوعی که مردم با هر گویش و لهجه‌ای در سراسر کشور اون رو لازمه پیشرفت ایران اسلامی میدونن. من رای دم به چون نتون به نسبت به سرنوشت کشور عزیزم ایران و هموطنانم بی تفاوت باقیم. از اون اول انقلاب پای صندوق رای بودیم و خواهم بود. من رای دم به می رای جو ایران به ساته بونه. من به همراه دوستان و خانوادم تو انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت میکنیم. من رای دم چون که به کشورم وفادارم. برای نظامم، برای انقلابم تصمیم میگیرم. آینده ایران برای من خیلی مهم است. قطعا توی انتخابات شرکت میکنم. در این
انتخابات شرکت میکنم به خاطر کشورم، چون که شرکت در انتخابات یک وظیفه شهریه، چون حق رأی دارم، به خاطر رهبرمون، به خاطر جوانامون، در آینده خود مملکت و ما جوانا تاثیر داره، برای آینده کشورمون داریم تصمیم میگیریم. میخوام ایران قدرتمند و آباد داشته باشم. تو انتخابات حضور پیدا میکنیم، اولین پالسی که به دشمن میدیم اینه که آقا ما پای کشورمون هستیم و امنیتمون رو 100% تضمین میکنیم. به خاطر خون شهیدان پای صندوق هستم ان شاء الله. پای کار انقلابمون هستیم و تا پای جان این راه رو ادامه میدیم. ما رای به نظام خودیم، به انقلاب خودیم. حتما باید تو رجلی شرکت کنیم 100%. ما شرکت میکنیم که بدون ما هنوزم پای آرمانهامون هستیم. جمعه تو انتخابات شرکت کنم چون یه رأی اولی هم به عنوان رأی اولی رئیس جمهوری انتخاب میکنم که مثل رئیس جمهور شهیدم باشه. من رأی اولی هم، آینده کشور برای مهمه، امسال میخوام رأی بدم تا یک فرد اصلح انتخاب بشه. نگاه کشورهای خارجی به انتخابات هستش که ببینن مردم چقدر در انتخابات حاضر میشن. راههای پیشرفت کشور اتحاد ملی و حضور حداکثری در مسائل سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات باشه. خواهش میکنم که فقط انتخاب فرد اصلح و در دستور کار داشته باشن. امیدوارم که انتخاب درستی داشته باشیم. خدا کمک کنه. ما به خاطر امام خامنه ای رای میدیم، غیرت داریم، غیرت. سه تا مورد دیگه داره. تمام انتخابات ها با افتخار شرکت کردم. این انتخابات هم حتما شاید نفر اول نباشم، ولی جز نفرات اولی هستم که شرکت می‌کنم. انشالله برای ایران قوی و آباد جمعه پای صندوق است. آماده ایم که رئیس جمهوری بگیریم مانند آقای رئیسی بود. خاطر خون شهدا میان پای صندوق رای. کوری دل دشمنان ما حتما این رای رو میدیم. وعده ما 8 تیر پای صندوق رای. انشالله جمعه پرقدرت در انتخابات شرکت خواهیم کرد و راه رئیس جمهور شهیدمان را ادامه خواهیم داد. بله، اما کانادا هموطنان ایرانی مقیم اون کشور رو از رأی دادن محروم کرد. این در حالیه که شمار ایرانیان مقیم کانادا حدود 600 هزار نفر. همچنین سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری یا شناسنامه یا کارت ملی برای احراز هویت از رأی دهندگان کافیه، اما توصیه ستاد انتخابات استفاده از کارت ملی است. حدود 80 ساعت تا آغاز رأی‌گیری در انتخابات. برنامه‌های میدانی نامزدها همچنان روی آنتن شبکه‌های سیما. با توجه به فرصت محدود نامزدها برای مناظره امشب، از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌های 3 نامزد مستقیم از آنتن شبکه خبر 2 پخش شد. از آقای زاکانی برنامه حضور در اجتماع تلاشگران عرصه تولید و کارآفرینان و از آقای جلیلی برنامه حضور در میدان امام حسین در جمع هواداران. از آقای پزشکیان هم که به شهریار رفته بود دیدار مردمی به روی آنتن شبکه خبر 2 رفت. آقای پور محمدی هم امروز در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور داشت. امروز هم فعالان سیاسی در شبکه خبر مناظره زنده داشتند. آقایان هاشمی و خضریان درباره اولویت‌های پیش روی رئیس جمهور 14. جریان‌های سیاسی منافع ملی را فدا نکنند. سخنگوی شورای نگهبان گفته آراء مردم حق و ناسه و نظام اسلامی از رأی مردم حفاظت می‌کنه. این نظام با افتخار همیشه مراقبت کرده. پاسدار رأی مردم بوده. صیانت کرده از رأی مردم. عددش براش مهم نبوده. یک رأی هم یک رأیه. زمان مناظره چهارم 1 ساعت کمتر از 3 مناظره قبلیه. این مناظره که از دقایق پیش از شبکه 1 سیما به روی آنتن رفته تا ساعت 23 ادامه داره و از هر نامزد به جای 3 مرحله 2 مرحله سوال پرسیده میشه. برای هر بخش، هر محوری که در نظر گرفته شده، حدوداً برای هر فرد 10 دقیقه در نظر گرفته شده که به صورت 2 تا بخش 5 دقیقه‌ای خواهد بود. فرصت استراحت بینش هم کاهش پیدا می‌کنه. پنجمین و آخرین مناظره هم فردا 5 تیر از ساعت 12:30 تا 16 پخش میشه.
فرصت صدا و سیما به وزیر سابق کشاورزی و وزیر اسبق راه و شهرسازی. کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به آقایان آخوندی و ساداتی نجات فرصت داده به مطالبی که درباره آنها در مناظره ها مطرح شده پاسخ بدن. اما در مورد دو رئیس جمهور سابق یعنی آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، نامه هاشون خیلی کلی بوده، مشخص نکردن که چه مواردی نسبت بهشون گفته شده، یا این موارد توهین بوده، افترا بوده، رشک‌آزی بوده یا سایر عناوین مجرمانه‌ای که قانون مشخص کرده. و وقتی که این مشخص بشه، در نامه جزئیاتش معلوم باشه، کمیسیون میتونه در مورد اونها هم تصمیم گیری کنه که آیا بهشون فرصت داده بشه یا نه. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در بیش از 340 کشور برنامه‌ریزی شده، کانادا اعلام کرده مجوز انتخابات نمی‌دهد. اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری 14 در این کشور انجام نمی‌شود. به ما اعلام کردند که مجوز انتخابات در این کشور از ناحیه دولت مربوطه صادر نشده. بر اساس اعلام سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، آمار تخریب و اخبار جعلی علیه نامزدها به شدت در فضای مجازی بالا رفته. میزان تخریب برخی نامزدها به مراتب بیشتر از محتوای تولید شده از سوی همان نامزدهاست. به گفته پلیس فتا، بیشتر این تخلف‌ها در شبکه‌های اجتماعی خارجی که فیلتر هستند انجام میشه. بالای 80-85% اینها متوجه شبکه‌های اجتماعی خارجی هست. اگر در اونجا هم علیه کسی جرمی اتفاق بیفته و یا بزهدیده‌ای در این رابطه شکایت بکنه و یا ما جرم عمومی رو ببینیم که علیه کاربرای ما در اونجا انجام می‌شود، ما حتما این موضوعات رو هم رسیدگی می‌کنیم. در ادامه حمایت احزاب و جناح‌ها از نامزدها، جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام کرده نامزدش برای انتخابات آقای جلیلیه. جمعی از استادان سطوح عالی حوزه علمیه و خطبای خراسان بزرگ هم با صدور یک بیانیه ضمن دعوت از مردم برای مشارکت گفتند انتخابشون در 8 تیر آقای قالیبافه. استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های خارجی توسط نامزدها، ستادها و طرفداران از 8 صبح روز پنجشنبه ممنوعه. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال یک پیامک گفته با متخلفین برخورد میشه. تریبون آزاد امروز در بازار بزرگ تهران برپا شد. مردم درباره تأثیر رأیشون در انتخابات 8 تیر گفتند و مطالباتشون رو از نامزدهای ریاست جمهوری مطرح کردند. رای میدیم، نمیگیم نمیدیم، به چه خاطر؟ به خاطر رای جمهور حتما انتخاب کنیم. هر یک نفر میتونه باعث بشه توی انتخاب اون رئیس جمهور تاثیرگذار باشه. رای دادن تاثیر نداره. چرا نداره؟ قشنگ هم داره، به شرط اینکه درست انتخاب کن. حتی یک رای هم تاثیر داره. رای بهترین کاره. دوست دارم واسه مملکتم تصمیم بگیرم. چرا؟ چون از این آب و خاکم. هر کسی با رایش میتونه تاثیرگذار باشه. نقش یه نفر برای رای دادن خیلی تاثیرگذاره، چون به خاطر که مملکتمونه، کشورمونه. وظیفه دولتمونه که عمل کنه به گفتش. همیشه هم تو صحنه ما آماده بودیم، تو تظاهراتش هستیم، تو همه مشکلات دولت هستیم. من چرا نقش دارم؟ رأیم میدم، ولی به خاطر آینده بچه‌های من، تو رو خدا، به خاطر آینده جوان‌ها همه. فقط جمهوری باید انتخاب کنیم که به فکر جوان‌های ما باشه. دست به دست هم بدیم و زندگیمونو، جامعهمونو و کشورمونو بسازیم. از خدامونه، همه دعا میکنیم مملکتمون آباد بشه، ایشالا اقتصادمون خوب بشه، بدبخت گذار باشد. مردم با دل گرم بیان رای بدن، نه که مثلا رای بدن فردا هر کسی بره برای خودش و سرش هم برای مردم درد نکنه، چون واقعا مردم خیلی مشکلات دارن. رئیس جمهوری میخوام که وقتی اومد من 20 ساله انگیزه داشته باشم. ایران به جوونا نیاز داره. باید به رئیس جمهوری رای بدیم که به درد مردم بخوره.
چهارمین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاسی و عنوان ایران در جهان امروز در حال برگزاریه. پرداختن به مسائل سیاست خارجی از جمله مسئله فلسطین از سرفصل‌های این مناظره است. اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟ که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدانم. آخرین روزهای پاییز 57، خبرنگار آمریکایی خودش را رسانده بود نوفل لوشاتو که مهمترین سوالهای دولتش را درباره اوضاع آن روزهای ایران از روح الله خمینی بپرسد. رابرت مکنیل در 25 دقیقه وقتی که با آن گفتگو از امام گرفت، از سه مسئله پرسید: از کیفیت ارتباط آیت الله خمینی و پیروانش با شاه، اسرائیل و آمریکا. آیا این درست است که شما طرفدار اهداف جبهه آزادی بخش فلسطین هستید؟ ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر قطری که مظلوم باشد، ما طرفدار اونها هستیم. و فلسطینی ها مظلوم هستند. اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر هر سالی بیاد روی کار، چه تغییراتی در روابط دولت شما با اسرائیل رو خواهد داد؟ ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه با او نخواهیم داشت. او دولت قاصب است و با ما دشمن. ده آذر 57 بود. این اسرائیل قاصب است و با ما دشمن را اینجا که 2 ماه و 12 روز مانده بود به پیروزی انقلاب اسلامی، امام گفت و شد یکی از مبانی انقلاب اسلامی. از پیروزی انقلاب اسلامی تازه 1 هفته گذشته بود که مردم بساط سفارت قاصب ها را جمع کردند و پرچم فلسطین بالا رفت. اگر به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب بشوید، چه سیاست خارجی رو اعمال خواهید کرد؟ از آن پس هر بار هر کس برای شانه دادن زیر بار مسئولیتی دست بالا میبرد، باید تکلیفش را با ظالم و مظلوم جهان روشن میکرد. در مقیاس کل جهان به نظر من، اعتقاد من این هست که مبنای ما این کلام بزرگ و گران قیمت هست که ایاکم دعوت مظلوم ولو کان کافر، به دعوت مظلوم و ستم دیده بشه تابید. از اینجا که 2 روز مانده به انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران، تا 14 خرداد 68 که وصیت‌نامه اساسنامه انقلاب در صحن مجلس خوانده شد، حرف همان بود. اون صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن اون شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند. و بعد از این، در همه روزها و سالهای آمده و رفته، مسئله فلسطین در صدر فهرست مسائل سیاست خارجی ایران بود. ما 1 ساعت هم حکومت قاصب در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطین را قبول نکردیم و نخواهیم. آن توهم اسرائیل بزرگ هنوز و همین روزها هم خواستگاه جنایت‌های نادیده و ناشنیده است. و هنوز هم هر کس برای عهده گرفتن مسئولیتی در این کشور دست بالا می‌برد، باید تکلیفش را با این معرکه تقابل حق و باطل روشن کند. بله، با دیدن این گزارش به پایان خبرهای انتخاباتی این بخش رسیدیم. دعوت می‌کنم بیننده ادامه خبرهای 21 باشید همراه با آقای صادق. ممنونم از شما خانم حسین زاده. هفته طرح کلان صنعت نفت به ارزش 180 هزار میلیارد تومان در ارتباط تصویری با سرپرست ریاست جمهوری افتتاح شد. به گفته وزیر نفت، بهره برداری از این طرح ها علاوه بر اشتغال زایی 15 هزار نفری، سالانه 120 همت سوددهی برای کشور دارد. این پروژه ها رو با سلامت
صلی علی محمد و آل محمد. ابرطرح‌های ملی در حوزه افزایش تولید و ذخیره‌سازی نفت خام، جمع‌آوری گازهای مشعل، افزایش تولید نفت گاز یورو 5 به میزان 7.5 لیتر در روز، افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش خطوط لوله انتقال فراورده به میزان 222 کیلومتر از جمله مهمترین آثار طرح‌هایی بودند که در 7 استان کشور به بهره برداری رسیدند. یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام داد تمرکز به وزارت نفت. سرپرست ریاست جمهوری یکی از اقدامات مهم رئیس جمهور شهیدمان را تمرکز و توجه بر روی طرح‌های وزارت نفت با بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت‌های داخلی برشمرد. امروز به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ تهدید غربیا در رابطه با فروش نفت روی فروش نفت ما اثر نمی‌کنه. حالا هر کی می‌خواد بگه بگه. اینا میگن و یکم اونا مثلا چششون بستن که این کار داره انجام میگیره. خب چطور چششون بستن؟ اگر ما وقتی که تحریمامون دو برابر شده، ما با دو برابر شدن تحریمامون تونستیم نفت رو فروش به نزدیک 2,700,800 برسونیم. این کار بسیار هوشمندانه و با بصیرتی بود که در نفت انجام گرفت. دولت تونست موانع رو ورداره. آقای مخبر همچنین تأکید کرد شهید رئیسی ظرفیت‌های بسیار بزرگی در توسعه و تقویت دیپلماسی ایجاد کرد و توانست بسیاری از مشکلات منطقه را حل کند. ابتدای کار فکر می‌کردیم نمیشه این کار انجام بشه. اینا با همین روحیه و اعتقاد به این که ما میتونیم این کار رو بکنیم و بنبستی جلومون نیست، دست زدن به یه کارهایی که بسیار کارهای سنگین و بزرگ و پر ریسکی بود و خوشبختانه به نتیجه هم رسید. بیش از 155 پروژه کلان رو به ارزش 34 میلیارد دلار به بهره برداری رسیده. آقای اوجی همچنین افزود دولت 13 درآمدهای نفتی کشور را از 30 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار افزایش داد. وزیر نفت همچنین گفت پیشبینی می شود رشد اقتصادی این وزارتخانه در سال 1403 با افزایش 20% روبرو باشد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت نفت. سخنگوی دولت در نشست خبری مشترک دولت 13 با اشاره به آمار و ارقام در حوزه مسکن گفت با توجه به آمارها و ارقام موجود از رکودهای پیاپی در حوزه مسکن در سالهای گذشته عبور کرده و به افزایش در تولید مسکن دست یافته ایم. در این نشست وزیر راه و شهرسازی هم از تحویل 560,000 واحد مسکونی به مردم گفت و اینکه در 2 روز آینده 50,000 واحد مسکونی و 10,000 قطعه زمین به مردم تحویل داده می شود. روند صعودی واردات خودرو و کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت 13 هم خبری بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد. وزیر اقتصاد از افزایش 8% ارزش صادرات غیر نفتی در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد. آقای خاندوزی اشاره‌ای هم به ترانزیت کالا در بهار امسال کرد و گفت ترانزیت در این 3 ماه رشد 55% داشت که بیشتر از نصاب سالهای گذشته است. آقای خاندوزی همچنین تراز تجاری کشور را مثبت 11 میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرد و افزود در مجموع برای کشور 39 میلیارد و 800 میلیون دلار تجارت خارجی ثبت شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای شاهدشهر، فردوسیه، گلستان و چهاردانگه در استان تهران را افتتاح کرد. با اجرای این طرح بیش از 103,000 خانواده به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند. بیش از 100,000 خانوار مستقر در این 4 شهر هموطن عزیزمون به آخرین فناوری روز دنیا فیبر نوری که سرعت رو تا 100 برابر میتونه افزایش بده دسترسی پیدا میکنن. این امکان در این 4 شهر فراهم شده. هموطنان عزیزمون در این 4 شهر میتونن به سایت ایران ftx.ir مراجعه بکنن، درخواستشون ثبت بکنن، اپراتور مکلف ظرف 1 ماه این سرویس رو براشون پس از تقاضا راه اندازی بکنه.
19مین مجمع گفتگوی آسیایی با حضور نزدیک به 40 کشور در تهران برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بیانیه تهران را که بخشی از آن به غزه اختصاص داشت تصویب کردند. 19مین نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا با ادای احترام مقامات نزدیک به 40 کشور آسیایی به رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید آغاز شد. سرپرست وزارت امور خارجه اهمیت نشست تهران را کمک به قدرتمندتر شدن آسیا دانست. این مجمع میتواند نقش بسزایی در ایجاد آسیایی متحدتر، قدرتمندتر و نقش آفرینتر ایفا کند. اینجا اعضای یک صدا میان خودشان و همچنین خطاب به جامعه جهانی درباره مسائل مختلف و چالش‌هایی که آسیا هم‌اکنون با آن روبروست صحبت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع توقف نسل‌کشی در غزه را در نشست تهران پیگیری کرد. بیانیه پایانی این مسئله جنایت صهیونیست‌ها و مظلومیت مردم غزه و کمک و پشتیبانی از مردم غزه به صراحت اومده. در سخنان تعداد قابل توجهی از نمایندگان کشورها موضوع غزه و موضوع فلسطین به طور جدی مد نظر بود. در پایان این نشست بیانیه تهران به عنوان سند نهایی مجمع به تصویب رسید که در آن کشورهای عضو نگرانی شدید خود را از تداوم حملات رژیم صهیونیستی اعلام کردند و توقف فوری حملات و برقراری آتش بس را خواستار شدند. در این بیانیه همچنین حوزه‌های همکاری درون آسیایی بین کشورهای عضو مجمع مشخص شد. حزب الله تجمعی از نظامیان صهیونیست را در منطقه اصبع الجلیل و پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی را در بلندی‌های تپه‌های اشغالی کفرشوبا هدف قرار داد. خب با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه میشیم. آقای عظیم زاده سلام بر شما. بله ظاهرا مثل اینکه ارتباط ما قطع شده با آقای عظیم زاده، خبر دیگر رو به سمع نظر شما میرسونم. نویسنده و سیاستمدار لبنانی فاش کرد انگلیس در شهادت بسیاری از نیروهای حزب الله شریک است و بیشتر ترورهایی را که رژیم صهیونیستی انجام داد به کمک اطلاعاتی است که هواپیماهای جاسوسی این کشور در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌دهند. در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت دلیرانه‌شان، عبارتی که در بیانیه‌های روزانه حزب الله تکرار می شود، مثل این ویدیو که چندی پیش حزب الله به مناسبت 250مین روز حمایتش از غزه منتشر کرد با حدود 380 شهیدی که در این مسیر داده. از روز چهارم یا پنجم جنگ تا کنون 6 هواپیمای جاسوسی انگلیسی در حال فعالیت علیه لبنان هستند که از پایگاه انگلیس در قبرس پرواز می کنند. اکثر ترورهایی که انجام شده به کمک اطلاعاتی است که این هواپیماها به اتاق عملیات ارتش صهیونیستی دادند. هواپیماهایی که مجهز به تجهیزات و حسگرهای حرارتی است. اینها اطلاعات خود را برای ترور نیروها و فرماندهان مقاومت به اسرائیل می‌دهند، همانطور که آلمان اطلاعاتی به ارتش اسرائیل می‌دهد. آخرین فرمانده شهید حزب الله حاج ابوطالب است که در حمله هوایی صهیونیست‌ها در جنوب لبنان به شهادت رسیده. این یک نقطه قوت در جبهه های مقاومت است و خطرناکترین موضوعی است که دشمن با آن روبروست. این است که هر رزمنده‌ای در این میدان ها می جنگد حامل این فرهنگ، این فکر و ایمان است. صهیونیست ها تلفاتشان مقابل حزب الله را رسانه‌ای نمی کنند، اما حزب الله آمار شهدایش را در پایان عملیات ها بروز می کند. مردانی که به قول شفیق سیاستمدار لبنانی حذف کردنشان بدون کمک همپیمانان رژیم صهیونیستی ممکن نیست. والله لو علمنا ان نقتل ثم نحيا ثم نحرق ثم نحيا ثم نزر يفعل بنا الف مره ما تركناك يا حسين. سعید زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما. سه شهید و چند زخمی در پی حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به مقر توزیع کمک های بشردوستانه در غزه. این شهر شمالی نوار غزه امروز چند بار دیگر هم بمباران شد. در یکی از حملات به شهر غزه مرکزی درمانی هدف قرار گرفت که دو شهید و چند زخمی به جای گذاشت. یکی از شهدا
رئیس اداره اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت فلسطین بود. بر اثر حملات توپخانه‌ای به مرکز نوار غزه هم 3 تن در اردوگاه بریج و 1 نفر در اردوگاه نوسیرات شهید شدند. در بمباران شهر جنوبی رفح هم تعدادی از ساختمان‌های مسکونی ویران شدند. آمار شهیدان نوار غزه به 37626 نفر و شمار زخمیان هم به 86098 تن رسیده است. قولنامه دیگر معتبر نیست. به گفته رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، طبق قانون از این پس تنظیم قولنامه عادی برای اسناد جدیدی که صادر میشه ممنوعه. آقای بابایی تاکید کرده اگر سند عادی پس از این تاریخ تنظیم بشه، در دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی پذیرفته نمیشه. یه آدمی که 70 سالش باید آرامش داشته باشه، 6 سال این پله‌های دادگاه رو بالا بالا بیا پایین. در مورد مادرش میگفت که چند سال پیش یک خانه را در کرج با سند عادی خریده بود، یعنی همان قولنامه‌های دستنویس. آب، برق، گاز، تلفن، همه چی دارم. ده 15 سال اینجا هم همه میدونن. و حالا چند سالی است زندگی این پیرزن به هم ریخته. سال 95 یه آقای اومده یه لاشه سندی رو آورده، میگه بخشی از این زمین مال منه. یه سند حقمو نمیدم. من دیگه دستم به جای بند نیست. هرچند این خانم توانست بالاخره بعد از چند سال دوندگی حقانیتش رو در دادگاه ثابت کند، اما خیلی های دیگر هنوز گرفتار دردسرهای سند عادی اند. ما با پرونده های مکرر، متعدد و فراوانی روبرو هستیم که صرفاً و صرفاً ناشی از عدم معامله با اسناد رسمی است. مثلا چند کیلومتر دورتر از خانه این پیرزن در شهر قدس فقط در یک پرونده 150 خانواده سرمایه خود را از دست دادند. متهم ردیف اولش هم اسناد عادی است. 150 نفر آدم بدبخت و بیچاره اومدن زمین بخرن، صاحب خونه زندگی بشن. بعد از یه چند سالی هیچ شهرداری دوندگی که نتونستن جواز ساخت بگیرن، بعد متوجه شدن زمین‌خوارا دست گذاشتن، اومدن زمینا رو واسه خودشون قطع بندی کردن فروختن. الان اجاره شده ماهی 10 میلیون تومان. از کجا باید بیارم بدن؟ اینو خریدم دو تا اتاق بسازم بیان توش بشینن. برای حل این مشکلات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اردیبهشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. قانونی که قرار است طی یک فرایند تدریجی به این اسناد عادی سر و سامان دهد. راجع به معاملات عادی و اسناد عادی که مردم قبل از تصویب این قانون انجام دادن، این قانون نیومده اونها رو از بین ببره، بلکه اومده اونها رو ساماندهی کنه و از مردم یه دعوت عمومی کرده که اینها مراجعه کنن و در سامانه‌ای که هست اسنادشون رو بارگذاری کنن و این اسناد در یک فرایندی تبدیل بشه به سند رسمی. حالا قدم اول این قانون لازم الاجرا شده. اسناد حدنگاری که از امروز صادر میشه، هر گونه اسناد عادی تنظیمی در خصوص این اسناد در محاکم غیر قابل استماع و در ادارات دولتی قابل پذیرش نیست. یعنی اگر با قولنامه ملکی را بخریم که سند رسمی دارد و سندش هم از 3 خرداد امسال به بعد صادر شده، در صورت اختلاف دادگاه به هیچ وجه قولنامه را نمیپذیرد. مهدی جوادیار، خبرگزاری صدا و سیما. رونق تولید در کشور نیازمند تلاش گروه‌های جهادی در روستاهاست. رئیس جمهور شهید برای رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در کشور همواره بر حمایت از جهادگران به عنوان بدون تاکید. خانم کلا بازدید بکنه و با فعالین جهادی دوزه اشتغال و استان هم یه دیدار کوچیک داشته باشن. بچه های دفتر رئیس جمهور دائما میگفتن مثلا 2-3 نفر صحبت بکنن که آقا به ادامه سفر برسن، ولی مفصل همه بچه ها صحبت کردن. آقای پیرانی مسئول جبهه جهادگران خورشید از خاطری سفر رئیس جمهور شهید در آبان 1400 میگوید. وقتی آقای رئیسی به منطقه سربالعمور احمد فدال رفته بود، برای مردم اون منطقه که هیچ مسئولی تا 2 سال گذشته به اونجا سر نزده بود، خیلی به قول معروف جالب بود. اولین رئیس جمهوری که در منطقه در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران به منطقه ما سفر کرده، جناب آقای رئیسی شهید عزیز ما بوده. سالهای سال بود که این روستا جاده نداشت اصلا، الان شاهد آسفالت شدن و جاده
اونجا هستیم. با بودن آقای رئیسی که تشریف آورد در منطقه احمد فلاده و مردم دادخواست خودشان را پیش او گفتن، الحمدلله تازه جاده اسفال شده. با روحی رحمت، با روحی رعفت، با روحی مردمداری با مردم صحبت میکرد و مستقیماً حرفای مردم رو میشنید. آقای عبودتیان هم در میان گروه های جهادی کار میکند. میگوید شهید رئیسی گروه های جهادی را اساره برآمده از مردم میدانست. چون باورش این بود که مردم خلیفت الله هم، جانشین خدا. فهم این بچه ها رو از واقعا میشه راقی تر میدید. تلاش اینا رو مخلصانه تر میدید. آقای بهشتیان هم که عضو یکی از گروه های جهادی است میگوید آقای رئیسی کمک حال و حلال مشکلاتمان بود. محسوس هست این توجه و رسیدگی خودشون و دولت مردای حضرت آیت الله رئیسی. توجه ویژه ایشون و نگاهی که ایشون به جهادگرا داشت و انرژی و پتانسیلی که در جامعه جهادی میدید را یک نقطه قوت میدونست برای حل مشکلات کشور. اینطوری نبود که جایی بریم و آقای رئیسی رو ببریم. ما نگاه میکردیم آقای رئیسی، خودشون جلوتر از ما تو مناطق محروم حضور داشت. شهید رئیسی نمونه ای از رئیس جمهور انقلابی بود که با عملکرد 3 سالش توقع مردم از رئیس جمهور ایران را بالا برده است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومی سازی محصول تشخیص پارگی غشای جنینی شد. این فناوری پیش از این فقط در انحصار یک شرکت آمریکایی بود. فناوری برای پیشگیری از سقط جنین، بومیسازی بسته تشخیص پارگی غشای جنینی، محصولی دانش بنیان با پشتوانه 5 سال کار تحقیقاتی. موقعی که خانم باردار هستن و ممکنه دچار نشتی یا پارگی کثیف جنین باشن و جنین دچار بیماری های سپتیسمی و یا بیماری های عفونی بشه، میتونه جلوگیری بکنه از آبریزش های ناگهانی خانم باردار. پیش از این بسته تشخیص پارگی غشای جنینی در اختیار کشور امریکا بود. محصول ایرانی با هزینه کمتر نسبت به نمونه خارجی تولید می شود. تقریبا 40% کاهش هزینه داریم نسبت به نمونه آمریکاییم. رونمایی از بسته تشخیص پارگی غشای جنینی یکی از برنامه‌های سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. در این سفر توافقنامه همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای رشد اقتصاد دانش بنیان هم امضا شد. حمایت مستقیم معاونت علمی برای 2 سال تقریبا 1000 میلیارد تومانه، به اضافه 1000 میلیارد تومان تا 1500 میلیارد تومان برای سال 405 که انشاءالله طی برنامه 2 ساله استان بتونه رشد حداقل 30-40% رو بتونه تجربه کنه در حوزه دانش بنیان. افتتاح کارگاه های اقتصاد دانش بنیان و برج فناوری با 14 طبقه دیگر برنامه های معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بود. افتتاح این کارگاه های کوچک کاربردی که مجموعه 7 کارگاه و مجموعه اداری برای تجاری سازی شرکت هایی که تازه وارد کار تولید میشن بسیار میتونه کارآمد باشه. بعد از این هم انشاءالله افتتاح برج نوآوری رو خواهیم داشت که میتونه یک زیرساخت خیلی خوبی برای خدمت به شرکت های نوپا و فناور باشه. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. به نام خدا. سلام بر شما. تو پایان هفته با عبور امواج تراز میانی جو کاملا شرایط به ویژه در ساعات بعد از ظهر مهیا خواهد بود برای رگبار و رعد و برق در بخشی از نوار شمالی کشور، از شمال غرب تا استان‌های ساحلی خزر و منطقی از شمال شرق کشورمون. ساعات گذشته میشه اشاره کرد به رگبارهای تابستونی که از تبریز، خوی، شبستر، سراب، همینطور قراخل در استان مازندران و یا گرمسار گزارش شد. برای فردا هم در بخشی از شمال غرب کشورمون، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از خراسان شمالی، بخش شمالی خراسان رضوی به تدریج شرایط برای رگبار و رعد و برق مهیا خواهد بود. شدت بارش‌های فردا که همچنان هشدار سطح نارنجی ما رو به خودش اختصاص داده، بیشتر از آن آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان اردبیل خواهد بود، به ویژه در نیمه شمالی این استان‌ها. بخش‌هایی از استان‌های ساحلی خزر، گیلان و مازندران و گلستان، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران و سمنان هرچند ضعیف‌تر، در بخش‌هایی از استان‌های قم، همدان، اصفهان هم شرایط برای ابری شدن هوا، رگبار و رعد و برق مهیا خواهد بود. ساعت بعد از ظهر فردا در منطقه‌ای از استان‌های یزد و کرمان هم
شرایط برای رگبار ردوبرق مهیا خواهد بود. بنابراین توصیه‌مون به هموطنان عزیز اینه که در ارتفاعات البرز مرکزی ببینید در رفتن به شما دقت دو چندان داشته باشن. رانندگان عزیز شرایط برای ریزش سنگ از کوه لغزنده بودن جاده های کوهستانی کاملا مهیا خواهد بود. کشاورزان عزیز حتما راه به باغات و مزارع رو بررسی کنن، بازگشایی کنن که خدای نکرده مشکلی مواجه نشن. شرایط برای محلول پاشی و سمپاشی در دو سه روز آینده مهیا نیست، چون که انتظار داریم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارش در استانهای ساحلی خزر تشدید بشه. رفتن به ارتفاع در این مناطق رو اصلا مناسب نمی‌بینیم، ببیشه در ارتفاعات البرز مرکزی رو. البته خب میشه اشاره کرد به روند کاهش دما بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی و به ویژه استان‌های ساحلی خزر. سایر نقاط کشور اون تغییرات دمای مخصوصی رو نخواهند داشت، قدری حتی در برخی نقاط بر میزان دمای هوا هم افزوده میشه. وزش باد در غرب کشورمون مثل امروز فردا هم پدیده غالب در بخش‌های از غرب و جنوب غرب کشورمون خواهد بود، ولی بادهای 120 روزه کماکان همچنان شرق کشور به ویژه منطقه زابل رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. سرعت وزش باد بعدی هستش که همچنان شرق دریای عمان و پای مواج و متلاطم خواهد داشت. فردا هم شبتون بخیر. فردا سه‌شنبه 5 تیر، 18 ذی‌الحجه و 25 ژوئن است. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:14 از آن صبح فردا در تهران ساعت 3:03 و طول آفتاب ساعت 4:50 است. بینندگان ارجمند و گرامی، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.